سلام دوباره خدمت دوستان عزیز. برگشتیم با کانسپت پا، تکنیکی که فشار پا روی مچ و روی پا وارد میشه، خیلی تکنیک دردناکی تو اون حالت. تکنیک هیلوک هم بهتون میگم، تکنیکی که فشار پا روی پاشنه پا میفته. الان دوباره با محمد جان همون حرکت انجام میدیم. چه جوریه؟ محمد کلوزگارد از من میگیره، من به سمت خودش میکشونه، دوباره به همون شکل از حالت کلوزگارد مثلا میخوام در بیام، ولی این سری ببینید پا رو گذاشتم دیگه حرکت نمی کنم به سمت سینه‌اش. از اینجا پای من زیر پای رقیبه، دستمو میارم از رو میبرم زیر پا رو میگیرم. ببینید الان پایی که اینجا بود میاد این سمت رقیب، پای منم از زیر میاد اینور. از اینجا پا رو میبندیم فعلا، چون محمد هم میتونه این فن رو من اجرا کنه. حالا کاری که میکنیم چیه؟ دقیقا موازات قوزک پا پشت پا. تیغه دستمو میندازم، تیغه که راست به راست شست دستمه، پا رو میندازم زیر بغل. از اینجا روی دست خودم میگیرم، از اینجا روی پای رقیب کلا میبندمش، چون اگه باز باشه رقیب میتونه پاشو بپیچونه در بیاره، چه به سمت چپ چه به سمت راست. ببینید قشنگ به تابلو به سمت داخل پا رو در آورد، ولی اگه اینجوری ببندمش نمیتونه. حالا تو این حالت خودم به سمت پایین یواش یواش میخوابم، کتفمو به سمت عقب میدم، دستم هم اینجا قفله. بریم ببینید، فقط این حالت نگاه کن، دست گرفتیم، پا هم زیر کتفمونه، کتف رو به سمت عقب میدیم، سینه رو به سمت جلو. تو این حالت میخوابیم، فشار پا مستقیم روی پا میفته، از این ورم تیغه پا انگار دارن پا رو از اینجا میبرن. حالا این حرکت محمد انجام میده، ببینید کلوزگارد گرفتم، میاد در میاره، آره میره. ببینید ها، اینجا اولین کاری که میکنه چی؟ کلوزگارد خودش میبنده. اینجا پار اگه من به این سمت بتابونم زدنش برای محمد سخته. محمد باید یه جوری سریع حرکت انجام بده که من نتونم پار بتابونم. این حالت هم یه بدلی داره برای اینکه فرصت بخرید خودتون حرکت دیگه بزنید. پارو بل کن، پنجه پارو به سمت داخل به سمت خودم میکشونم، یعنی به سمت کتف رقیب هل میدم به سمت خودم که نتونه به من بزنه. حالا من نرمال میگیرم، برو حرکت بزن، برو فشار بنداز. دوباره این پارو از همی بر میگیریم، اینم باز به همون شکل، یعنی چپ و راستی فرقی نمیکنه. یه حالت دیگه هم هست، خیلی مراقب پای خودتون باشید، چون از اینجا یه تکنیک دیگه میشه اجرا کرد. توی ویدیوی بعدی براتون اوکی میکنیم. فشار دوباره بیاره، اینو گرفتیم. الان میخوام نه پاتو بده من محمد. نه نگیر، من پای رقیب رو گرفتم. الان موقعی که پای رقیب گرفتم، برای اینکه بخوام هیل لوک رو بزنم دستم کامل در نمیارم، همینجا دستم میندازم پشت پاشنه پا، فشاری وارد میکنه به زانو و به مچ پا که خیلی دردآور و طاقت فرساست. همینجا پاشنه پا رو به سمت بالا میتابونم، پا زیر کتف من گیر کرده، پاشنه پا هم همینجور. بدون اینکه بذاریم رقیب بتابه باید سریع حرکت رو بزنیم، چون اگر رقیب بخواد بتابه پا در میاد. پس ما سریع از اینجا قفل پا رو میگیریم، از این ورم میگیریم و میریم به سمت پایین. رقیبم هر چقدر بخواد بتابه من به این سمت تابیدم، من حرکت رو میزنم، پاشنه پا رو به سمت بالا فشار میدم. روی پایچه من اجرا کنید، ببینید اومد اینجا، آره این حالت. پاشنه پا رو ببینید، برو انجام بده. خیلی تکنیک سخت و دردناک، یعنی چیزی نیست که باش بخواد حتی توی تمرین شوخی بکنید، چون آسیب زیادی وارد میکنه، ممکنه رقیبتون، دوستتون، هر کس تو باشگاه هست آسیب جدی ببینه. کانسپت پا رو بهتون گفتم، فشار پا یک دست زیر کتف میفته، دقیقا به قول خودمون به قول عامیانه خفت میکنیم اینجا رو، نمیذاریم بازشه. فشار بعدی هم زیر پا میندازیم. حالا میخوایم این پار از حالت جایی که گرفته شده در بیاریم. این پا رو بگیر، ببینید میگیم طرف پا رو گیر داده، همزمان پاشنه پا رو به سمت داخل میتابونیم. ببینید پاشنه پا به سمت داخل، از اینجا در میاریم.
ببینید پاره من گرفتم دوستان اینجوری، همزمان پاشنه پاره به سمت داخل میکشونه. ببینید اینجوری گرفتم، اگه جای خالی باشه کامل نگرفته باشید پاشنه پا به سمت داخل میکشونه. همینجا من یه هول بده لفتم پاره در آورده، خودش میتونه بدل رو من اجرا کنه. ببین آوردیم اینجا پاشنه پا، پاره تابون به همین شکل خیلی راحت من هول میده پای خوش در میاره. این هم تکنیک سوم. دو تا تکنیک دیگه تو این حالت پوزیشن کانسپت پا هست، هم دفاعش هم چند تا تکنیک دیگه، اونا رو هم توی ویدیوهای بعدی واسهتون اوکی میکنیم. مرسی که تا اینجا با من همراهی کردید، خیلی دوستتون دارم. مرسی از حمایت و انرژیتون. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.